دوستان عزیز، میخوام در ادامه حل تست های کنکور ریاضی تجربی حل بکنم. سوال از ما خواسته جملات دنباله TN با رابطه بازگشتی T1 دو، T1 برابر دو و TN منهی TN منهی 1 به توان 3 برابر است TN منهای TN منهای 1 به توان 3 برابر است با 0. معنی این جمله عمومی که به ما داده یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جمله رو با جمله مکعب جمله قبلیش منها بکنیم، تفریق بکنیم، باید برابر 0 باشه. جمله پنجم این دنباله چنده؟ خب دوستان چی کار باید بکنیم؟ اول اینکه جمله عمومی خود این دنباله رو به دست میاریم. چی کار میکنیم؟ مینویسیم TN برابر است با TN منه 1 به توان 3. این مقدار رو میبریم اینور. علامتش هم میشه مثبت. خب چی کار میکنیم؟ مینویسیم رابطه رو مینویسیم TN منهی 1 به توان 3، یعنی مکعب جمله قبلی تفاضلش با همین جمله ای که الان داریم باید برابر 0 باشه. پس جمله عمومیمون میشه برابر مکعب جمله قبلیمون، TN برابر است با TN منهی 1 به توان 3 مکعبش. خب پس معنی این عبارت یعنی اینکه این دنباله هر جمله‌ای که می‌خوایم به دست بیاریم مکعب جمله قبلی خودشه. جمله اولو داده چی؟ دو، T1 دو. خب TN هم به دست آوردیم، TN منه 1 به توان 3، یعنی T2 رو می‌خوایم بنویسیم جای N میدیم 2، T2 میشه T1 به توان 3 برابر 2 به توان 3. به N میدیم 3، به N میدیم 3 یعنی T3. یعنی چی؟ یعنی جمله قبلیش T2 به توان 3 یعنی 2 به توان 3 به توان 3 یعنی 2 به توان 9، 3 تا 9 تا. تا جمله پنجم پیش میریم دیگه، به N میدیم 4 یعنی T4. جمله قبلیش 2 به توان 9 به توان 3 میشه 2 به توان 27. به N میدیم 5، T5 میشه T4 به توان 3، یعنی جمله قبلیش 2 به توان 27 و به توان 3 میرسیم. 3 تا 27 میشه 81، یعنی 2 به توان 81. پاسخ سوال میشه گزینه 3. سوال بعد از ما خواسته دنباله TN برابر است با 4 تا N به علاوه 2 تقسیم بر N به علاوه 1 چند تا جمله صحیح داره. خب توی اعداد کسری و گویا برای اینکه جملات صحیحش رو به دست بیاریم باید صورت بر مخرج بخش پذیر باشه. یعنی چی؟ یعنی مخرج مقسوم علیه صورت باشه. خب حلش میکنیم. پس برای اینکه TN مقداری صحیح باشه صورت بر مخرج باید بخش پذیر باشه. چیکار میکنیم؟ مینویسیم TN برابر است با 4 تا N به علاوه جای 12 مینویسیم 4 به علاوه 8 تقسیم بر N به علاوه 1. چرا 4 به علاوه 8؟ چون که از 4 فاکتور بگیریم تا بتونیم مخرج رو ساده بکنیم. مینویسیم 4 پرانتز باز N به علاوه 1 از 4 فاکتور میگیریم به علاوه 8 تقسیم بر N به علاوه 1. خب
این کارو بکنیم، ما میتونیم بنویسیم تفکیک بکنیم که 4 تا n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 به علاوه 8 تا n به علاوه 1، این n به علاوه 1 با این n به علاوه 1 ساده میشه، میمونه چی؟ 4 به علاوه 8 تقسیم بر n به علاوه 1. حالا کارمون ساده شد. اینجا 4 که خودش یه عدد صحیحه، 8 تقسیم بر n به علاوه 1 باید چیکار بکنیم؟ بگیم که 8 باید بر n به علاوه 1 بخش پذیر باشه، یا مخرج باید بر 8 بر کسر چی باشه؟ مقسوم علیهش باشه. خب چه اعدادی بر 8 بخش پذیرن؟ 1، 2، 4 و خود 8. خب چون که عدد طبیعیه میتونیم مثبت منفیش هم در نظر بگیریم، ولی حاصل گفته باید جملاتمون صحیح باشه. پس منفی ها غیر قابل قبولن، چون که عدد صحیحی به ما نمیدن. پس ما n به علاوه 1 رو برابره 1، 2، 4 و 8 میکنیم. خب اینجا هم گفتیم از اونجایی که 4 عدد صحیحه، 4 خود 4 عدد صحیحه، پس 8 تقسیم بر n به علاوه 1 باید مقداری صحیح باشه. 8 تقسیم بر n به علاوه 1 زمانی صحیح میشه که مخرج مقسوم علیه های صورت باشه، یعنی n به علاوه 1 مقسوم علیه های 8 باشه. یعنی چی؟ یعنی این، یعنی اعداد 1 2 4 و 8 باید مقسوم علیه های 8 باشه. یعنی می نویسیم n به علاوه 1 برابر مثبت منفی 1 می کنیم، و n که عدد طبیعی باشه، یعنی اگر بدیم n رو بدیم 1 میره اونور، n میشه 0، غیر قابل قبوله، جواب نداره، عدد طبیعی 0 نمیتونه باشه. خب حالا به n به علاوه 1 برابر با مثبت منفی 2، به n میدیم 2، منفی ها رو گفتیم غیر قابل قبوله. چرا؟ چون که جوابشون منفی میشه. پس n به علاوه 1 برابر با 2، n میشه 1. n به علاوه 1 مثبت منفی 4، n میشه 3. و n به علاوه 1 برابر 8، n میشه 7. پس به ازای 1، 3، 7 که 3 تا n هست، 3 تا جمله عدد صحیح به دست میاد و پاسخ گزینه 3. گفتیم که چرا منفی و غیر قابل قبولن، به این دلیل. پس به ازای 1، 3 و 7 n 1، 3، 7 باشه، دارای جملات صحیح است و n منفی نمیتونه باشه، غیر قابل قبوله. اگر n به علاوه 1 منفی 2 بدیم میشه منفی 3، n به علاوه 1 برابر منفی 4 بدیم n میشه منفی 5، و همینطور منفی 8 قرار بدیم n برابر منفی 9 میشه. پس منفی 3، منفی 5 و منفی 2 غیر قابل قبوله و عدد صحیح به ما نمیده. حالا گفته اولین جمله مثبت دنباله n منهی 100 تقسیم بر 3n به علاوه 1 به علاوه 1 بیستون کدومه؟ چیکار باید بکنیم دوستان؟ میگیم چی؟ جمله عمومیمون tn باید از 0 بزرگتر باشه، باید مثبت باشه دیگه، تا n رو به دست بیاریم تا بگیم کدوم جمله n کدوم جمله مثبته. خب می نویسیم n منهای 100 تقسیم بر 3n به علاوه 1 به علاوه 1 بیستون بزرگتر از 0 قرار میدیم. کل نکتهش اینه، یعنی گفته جمله مون باید مثبت باشه، یعنی بزرگتر از 0 باشه.
حالا جمله عمومی رو نوشتیم، بزرگتر از صفر قرار دادیم، حالا مخرج مشترک میگیریم. می نویسیم 20n منهای 2000 به علاوه 3n به علاوه 1 تقسیم بر 20 ضرب در 3n به علاوه 1. حالا ساده می کنیم، میشه انا با انا رو با هم جمع میکنیم، میشه 23n منهای 1999 تقسیم بر 20 ضرب در 3n به علاوه 1 بزرگتر از صفر. حالا مخرج کس همواره باید مثبت باشه. چرا؟ چون n عدد طبیعیه. خب زمانی میتونیم بگیم که این کسر مثبت که اناش طبیعی باشه. پس مخرج بزرگتر از صفر کل این عبارت رو که ساده کردیم و بزرگتر از صفر قرار میدیم و اینی که به دست آوردیم باید عدد طبیعی باشه. می نویسیم 23 n منهای 1999 بزرگتر از صفر میشه 23 n بزرگتر از 1999. پس مخرج خودش بزرگتر از صفر مثبت، پس صورت هم باید مثبت باشه، یعنی بزرگتر از صفر باشه. ما صورت رو به دست بیاریم، n رو به دست آوردیم. خب میشه n بزرگتر از 1999 تقسیم بر 23. ساده بکنیم، بزنیم ماشین حساب، میرسیم به n بزرگتر از 826.91. و چون که n باید عدد طبیعی باشه، از 86 باید بزرگتر باشه چون که علامت مساوی نداریم. پس n های بزرگتر مساوی 87، این دنبالمون مثبت میشه، یعنی گزینه 3. پس اولین جمله مثبتمون جمله 87. خب در یک دنباله که از یک الگوی خطی پیروی میکنه، جمله چهارم و نهم به ترتیب 8 و منفی 2. خب میگه جمله دنبالمون یک الگوی خطی داره. الگوی خطیمون جمله عمومیمون چی بود؟ تی ان برابر است با ان آ به علاوه بی. خب چی کار میکردیم؟ جمله چهارم و نهم رو داریم، هر کدوم از این دوتا رو میذاریم داخل جمله عمومیمون و آ و بی رو به دستش میاریم. آ و بی رو که به دست بیاریم دوباره میذاریم داخل جمله عمومی تا خود جمله عمومی رو به دست بیاریم، چون که آ و بی رو به دست آوردیم از دوتا جمله که داشتیم. حالا گفته دنبال چند تا جمله مثبت داره، اینو به دستش میاری. خب فرم کلی دنباله خطی آن به علاوه بی. جمله چهار و نهم رو داخل این دنباله قرار میدیم و آ و بی رو به دست میاریم. می نویسیم تی چهار برابر 8 و تی 9 منفی 2. خب می نویسیم تی 4 میشه 4 تا آ به علاوه بی برابر 8 و تی 9 9 تا آ به علاوه بی برابر منفی 2. اینو به دستش میاریم، ساده میکنیم، این دستگاه رو حلش میکنیم، به تی 4 یه منفی میذاریم، می نویسیم 9 آ منهای 4 تا آ برابر منفی 2 منهای 8 در نتیجه 5 آ برابر منفی 10. آ رو به دستش میاریم، آ میشه منفی 2. پس آ رو به دست آوردیم منفی 2. حالا آ رو که به دست آوردیم منفی 2، بی رو به دستش میاریم، میذاریم داخل تی 4، می نویسیم 4 آ به علاوه بی مساوی با 8. آ رو که به دست آوردیم منفی 2، میذاریم داخل این رابطه، می نویسیم 4 ضرب در منفی 2 به علاوه بی میشه 8.
حالا بی رو به دستش میاریم. بی میشه 8 علاوه 8 میشه 16. پس بی به دست اومد 16. آو بی رو که به دست آوردیم منفی 2 و 16 میذاریم داخل جمله عمومی. جمله عمومی میشه تی ان مساوی با منفی 2 ان علاوه 16. این عبارت شد جمله عمومیمون. حالا میگه چند تا جمله مثبت داره، یعنی جمله عمومی باید مثبت باشه، یعنی بزرگتر از صفر باشه. می نویسیم دنباله یه تی ان چند تا جمله مثبت داره، یعنی اینکه تی ان بزرگتر از صفر باید رو حلش بکنیم، یعنی بزرگتر از صفر باید حلش بکنیم، این باید بزرگتر از صفر باشه. خب می نویسیم منفی 2n به علاوه 16 بزرگتر از 0. اینو حلش می کنیم، منفی 2n بزرگتر از منفی 16. n به دست میاد کوچکتر از 8. یعنی چی؟ یعنی n های از 1 تا 7، از 1 تا 7 جملات دنبالمون مثبته، یعنی 7 جمله مثبت داریم. پس پاسخ گزینه 2. خب دوستان در دنباله 2, 5, 10, 17 جمله ششم و نهم رو به دستش بریم. توی حل این نوع سوالات که خودش الگوی دنباله رو داده، جملات دنباله رو داده و جملات دیگه از دنباله رو خواسته، باید جمله عمومی رو به دستش بریم یا به نحوی حدس بزنیم. به جملات دنباله نگاه میکنیم، نوشته 2, 5, 10, 17. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله اولمون یکه، به همون شماره جمله به توان 2 برسونیم و به علاوه 1 بکنیم میشه خود جمله. به این میدیم 1 به توان 2 به علاوه 1 میشه 2. به n میدیم 2 به توان 2 به علاوه 1 میشه 5. 2 به توان 2 که میشه 4 به علاوه 1 میشه 5. به n میدیم 3 به توان 2 به علاوه 1 میشه 10 و 4 به توان 2 میشه 16 به علاوه 1 میشه 17. پس جمله عمومی شو چی؟ n به توان 2 به علاوه 1 به این صورت. خب دقت بکنیم، هر جمله از عدد مربع کامل یک واحد بیشتر، یعنی 2 برابر 1 به توان 2 به علاوه 1، 5 یعنی 2 به توان 2 به علاوه 1، 10 یعنی 3 به توان 2 به علاوه 1 و 17 هم 4 به توان 2 به علاوه 1. یعنی جمله عمومی میشه n به توان 2 به علاوه 1. پس جمله ششم رو میدیم، به n میدیم 6. به n میدیم 6. تی 6 میشه 6 به توان 2 به علاوه 1، یعنی 36 به علاوه 1 میشه 37. به n میدیم 9، یعنی 9 به توان 2 به علاوه 1 میشه 81 به علاوه 1 و برابر 82 میشه. جمع جملات ششم و نهم یعنی تی 6 و تی 9 37 به علاوه 82 بکنیم میشه 119 و پاسخ گزینه 1. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا یه حل تست ها با روش حل تست های دنباله آشنا شدین. جلسه بعد هم میخوام ادامه حل تست ها رو با شما کار بکنم. مرور یادتون نره و حتما هم از ابتدای فصل تا اینجایی که بهتون درس دادم و حل بکنید، تستاشو بخونید و خودتون حل بکنید، همراه با من خودتونم تستا رو حل بکنید. جلسه بعد میبینم.